با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تراوت حضور، آرزوی سلامتی، سعادت و تندرستی برای شما بینندگان عزیز داریم. در این برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به اهمیت و نقش انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم. چقدر تاثیرگذار هست این در واقع انتخابات، اینکه ما با رأی مستقیم یک فرد رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنیم، در سرنوشت کشور عزیزمون چه نقش و چه تاثیر رو به دنبال خواهد داشت، حضور گسترده ما اصولا چه دستاوردی رو میتونه به دنبال داشته باشه. در این برنامه با ما همراه باشید، اولین بخش برنامه رو ببینید، تا پایان در خدمتون خواهیم بود. بعضی از مردم خود ما وقتی به اوضاع کشور نگاه میکنند فقط ضعف‌ها رو میبینند، گرانی رو میبینند، افت تولید در برخی از واحدهای تولیدی کشور رو میبینند، فشارهای دشمنان رو میبینند، مشکلات رو فقط مشاهده می کنند. این نگاه نگاه ناقصی است. بنده نگاه متفاوتی دارم. من وقتی به اوضاع کشور و اوضاع ملتمون نگاه می کنم، یک میدان عظیم پرچالشی رو مشاهده می کنم که ملت ایران در این میدان به رغم دشمنان سربلند و پیروز ظاهر شده. وقتی انسان این صحنه رو ملاحظه میکنه، مثل یک صحنه هماوردی ورزشکاران قدرتمندی که زحمت و تلاش و کوشش و خستگی در اون هست، اما یک قهرمان در این میدان موفق میشود، پیروز میشود، همه او رو تحسین می کنند و آفرین می گویند. این قهرمان در این صحنه عظیمی که در مقابل چشم ماست ملت ایران است. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه تراوت حضور، و امیدوارم بسی که در این برنامه میخوام تقدیم حضورتون کنیم مورد توجه اهمیتتون قرار بگیره. ما رفته رفته داریم به زمان برگزاری 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. سعی میکنیم در این برنامه بیشتر بحث‌های کاربردی رو برای شما بینندگان عزیز و ارجمندمون داشته باشیم. در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسنزاده هستیم. آقای حسنزاده سلام، خیلی خوش آمدین. صحبت ابتدایی با بینندگان داشته باشین، خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه بینندگان خوب و گرامی. ان شاء الله که همه موفق بشیم که یک انتخابات بسیار با شکوه و همان حماسه سیاسی رو که رهبر معظم انقلاب فرمودن انشاءالله بتونیم به وجود بیاریم. بله، خب آقای حسنزاده، راجع به بحث انتخابات ریاست جمهوری که با رأی مستقیم مردم در واقع انتخاب میشه، میخوایم در این برنامه خدمت شما باشیم و چقدر این موضوع اهمیت داره، از چه جایگاهی برخوردار است اینکه ریاست جمهور با رأی و آرای مستقیم مردم انتخاب میشه. بله، ببینید، در بحث اهمیت ریاست جمهوری و این مسئولیت مهم، خب یکی از مهمترین قوایی که ما داریم قوه مجریه است. به لحاظ گستردگی قوه مجریه
که واقعا بسیار گسترده تر از قوه مقننه و قوه قضاییه است. یک شخص ممکنه در طول زندگیش هیچ گاه با قوه قضاییه یک ارتباط مستقیمی رو نداشته باشه. بسیاری از شهروندان هستند که اینا در طول زندگیشون مستقیم به با قوه قضاییه ارتباطی برقرار نمی کنند. حالا غیر مستقیم چرا؟ بالاخره همه برمیگردند به شکلی تحت نظر قوه قضاییه. اما نسبت به مسائل ثبت املاک و مسائل مختلفی که وجود داره، اما مستقیم نه. قوه مقننه که قانونگذاری و نظارت با بر قانونه، اینم که مشخصه که مردم ارتباط مستقیم خیلی ندارن. اما در بحث قوه مجریه مسئولیت ها بسیار گسترده است، از مرکز کشور، مراکز استان ها تا آخرین روستاهایی که ما میبینیم همه با قوه مجریه سر و کار دارن، ارتباط دارن. بنابراین اهمیت بسیار زیادی رو داره مسئله خود ریاست جمهوری. بعد مسئله قوه مجریه در تمام کشورهایی که انتخابات دارن، منهای کشورهایی که انتخاباتی درشون نیست، خیلی از کشورهای منطقه رو ما داریم، در خود کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای منطقه اصلا انتخاباتی ندارن، اونها که بحث مطرح نیست. اما در جایی که انتخاباتی وجود داره، بحث قوه مجریه به دو شکله. یکی به صورت اینه که رئیس قوه مجریه مستقیم با آراء مردم انتخاب میشه، خیلی از کشورها دارن، کشور ما این چنینه که بعد عرض میکنم، مثلا کشور آمریکا مستقیم با رأی مردم انتخاب میشه. روش دوم اینه که نه، غیر مستقیم، یعنی مردم نمایندگان پارلمان رو انتخاب میکنن، نمایندگان پارلمان هستن که رئیس قوه مجریه رو به عنوان نخست وزیر، معمولا اصطلاح نخست وزیر هست، به عنوان نخست وزیر تعیین میکنن، مثل کشور انگلیس و هند هم که از انگلیس تبعیت کرده در این موضوع، اینا از این روش. اما مثلا کشور آمریکا، کشور فرانسه، اینا مستقیم با رأی مردمه. در کشور ما قبل وقتی که قانون اساسی تدوین شد یه چیزی بود بین این دو، یعنی هر دو رو داشت، از یک طرف رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشد، از طرف دیگه نخست وزیر بود که باید رأی اعتمادش رو از مجلس میگرفت. در بازدیگری قانون اساسی این روش کنار گذاشته شد، دو روش مورد بحث قرار گرفت که در مذاکرات بازنگری هست. یک روش، روش نخست وزیر، روش مستقیم، که روش مستقیم انتخاب شد. بله، که انشالله ما تو بخش بعدی میخوایم راجع به این روش مستقیم آیه حسن زاده و اهمیتش بیشتر خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده بکنیم. یک بخش رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو ببینید. همچنان با ادامه برنامه تروت و حضور در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. نظارت دقیق مردم و سایر عزیزان ما در جامعه اسلامی چه تأثیری بر انتخابات کشورمون میتونه داشته باشه؟ بله، خدمت شما عرض شود که انتخابات در کشور ما در واقع یک فرآیند چند بخشی هست. یک بخشش مربوط به روز انتخابات هست که مردم شرکت میکنن و بخش دیگر هم مربوط به فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی کاندیدا هست که هر کدوم از اینا نقش مردم نقش خیلی مشخص و روشن و تاثیرگذاری هست. در روز انتخابات، خب انتخابات در کشور ما از مردمی ترین انتخابات هاست در اجرا، به این جهت که مجریان انتخابات، کسانی که از سوی کاندیداها مشخص میشن برای نظارت بر صندوق ها، یا حتی کسانی که به عنوان ناظرین شورای نگهبان یا هیئت های اجرایی هستن، از معتمدین و متدینین محلات انتخاب میشن و اینها بر روند انتخابات نظارت دارند و همین نظارت اونها سلامت انتخابات رو تضمین میکنه و هم مجری هستن و هم ناظر هستن و هم تضمین کننده سلامت انتخابات هستن. وقتی خود مردم بیان پای کار برای نظارت، این نشون میده که انتخابات ما بر اومده از دل خود مردمه، یعنی اون چیزی نیست که الزاماً فقط سیستم های اداری ما بخوان انجامش بدن و مسئولین رسمی. خود مردم میان مشارکت میکنن، انتخابات رو برگزار میکنن، چون میدونن این انتخابات برای آینده اونا تأثیر داره و سعی میکنن به بهترین نحو مشارکت داشته باشن. توی نظام دینی مردم سالاری بعد از انتخابات این نظارت تموم نمیشه و نظارت مردم صرفاً به قبل از انتخابات نیست.
بلکه بعد از انتخابات این نظارت اتفاقا بیشتر میشه. مردم ما به خوبی میدونن که بعد از انتخابات وقتی نمایندگان مشخص میشن، نظارت بر اونها باعث میشه که کار اونها بهتر پیش بره و همچنین از تخلفاتی که امکان داره پیش بیاد جلوگیری بشه. میبینیم اقشار مختلف مردم، معلمین، کارمندا، بازنشستا و غیره میان تو مراحل نظارت میکنن تو برگزاری انتخابات. این نشون میده که انتخابات ما مسلما انتخابات پاک و خوبی هست. مردم ما در این نشست ها در واقع مطالبه خیلی دقیق و کارشناسانه ای رو از کاندیداها میطلبن. اگر چنانچه کاندیدایی وعده ای رو میده که با واقعیت های جامعه تطابق نداره، اونها رو به پرسش و پاسخ میطلبن و از اونها میخوان که اون وعده های خودشون رو خیلی عملی تر و دقیقتر با برنامه ارائه کنن. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه تراوت حضور. و همونطور که خدمتتون عرض کردیم در بخش قبلی هم همراه ما بودید در مورد انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و اهمیتی که این موضوع داره با شما عزیزان بیننده صحبت کردیم. آقای حسن‌زاده، می‌خوایم در این مورد حضرت عالی بیشتر توضیح بدید چقدر اهمیت داره، هم حضرت امام رحمت الله علیه هم مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر روی حضور حداکثری مردم تأثیر دارن و اینکه آرای مردم در این انتخابات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. می‌خوایم بیشتر حضرت عالی توضیح بدید. بله، در بحث انتخابات مستقیم که مردم مستقیما رئیس جمهور رو انتخاب بکنن که گفتم خیلی از کشورها این روش رو دارن، از جمله در کشور خودمون، این اثر بسیار مهم رو داره که مردم احساس مسئولیت و مشارکت بیشتری دارن و خواه نخواه احساس یک تعلق خاطر بیشتری به کسی که رئیس جمهور میشه و کسی که ریاست قوه مجریه رو بر عهده میگیره، از این جهت که با رأی مستقیم خودشون انتخاب شده. اما اگر ما این رو تصور بکنیم که مثلا نخست وزیری که با رأی پارلمان، با رأی مجلس انتخاب شده، نه با رأی مستقیم مردم، خب نخست وزیر است برای تمام کشور، اما وقتی که در یک روستایی یا در یک منطقه، در شهری، در استانی حضور پیدا میکنه، اون ارتباطی رو که مردم با رئیس جمهوری که مستقیم با رأی خودشون انتخاب کردن، خب اون ارتباط برقرار نمیشه. بنابراین دو مسئله هست، هم احساس مسئولیت بیشتری مردم دارند. الان من میبینم در بین مردم بحثایی که هست، کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری، نقاط ضعف و قوتشون، همین ایام فاطمیهی که پشت سر گذروندیم، مثلا بعد یکی از دوستان صحبت میکردم در مورد بعضی از کاندیداها، بلافاصله به فرمایشات مقام معظم رهبری در مشهد اشاره داشتن، اینکه آنچه رو که مقام معظم رهبری فرمودند با مشخصات مثلا این نامزد انتخابات ریاست جمهوری منطبق میشه، منطبق نمیشه. چون مردم مستقیم باید انتخاب بکنن، بیشتر وارد صحنه میشن. الان هنوز من نمیگم گسترده، اما این بحثا شروع شده در بین کسانی که خب دغدغه بیشتری دارن و مدت زمان زیادی نمیگذره در بین همه مردم بحث از این که ملاک ها چیست، شاخص ها چیست، معیار ها چیست، مقام معظم رهبری، حضرت امام چه فرمودن، و بحث مرحله دوم که اینها بر چه کسی تطبیق پیدا میکنه. اما وقتی که رئیس قوه مجریه با رأی پارلمان انتخاب بشه، این بحثا دیگه در بین مردم اصلا مطرح نیست. اصلا هر چقدر که مردم آقای حسن‌زاده به طور مستقیم در انتخابات شرکت میکنن، حالا بحث انتخابات ریاست جمهوری رو ما داریم ادامه میدیم، در واقع رئیس جمهور با قدرت بیشتری کارش ادامه میده، اون هیئت وزیرانی که باید انتخاب بکنه قوی تر هستن و نقش و تأثیر بیشتری برای پیشرفت کشور خواهد داشت. از این طرف بنده اشاره کردم به احساس مسئولیت و مشارکت مردم، از این طرف هم شما به درستی این رو اشاره داشتید که